جناب رحیمی، در واقع اینکه ما هدف پرژن اوارز اینه که یک جایزه بین المللی رو برای جامعه پارسی زبان ها ارائه بده و اینکه و اهداف دیگه رو در ادامه این موضوع داره، اینکه هنرمندا از هر جای دنیا که هستن با همدیگه ارتباط بیشتری بگیرن و همدیگه رو بیشتر بشناسن، بتونن با همدیگه فعالیت های خیلی بیشتر و بزرگتری رو داشته باشن. نظر شما در ارتباط با وجود یک جایزه بین المللی چی هست؟ من تبریک میگم به در واقع مدیریت مجموعه، به دلیل اینکه خیلی نگاه روشنی دارم و تیزبین میتونم بگم، به این خاطر که ما تا حالا همچین چیزی رو نداشتیم. معمولا هنرمندای ما خیلی وقتا از جوامع غربی یا اروپایی ازشون تقدیر میشد، جایزه میگرفتن، همچنان که شما میدونید مثل نشان شوالیه در سفارت فرانسه، و این اتفاق قشنگی نیست. ما تو جامعه خودمون باید خودمون رو در واقع دریابیم و از هم در واقع تقدیر بکنیم. این شاید تشویقی بشه برای نسلهای بعدی، هنرمندهای بعدی، که در واقع به این دیدگاه برسن که ما خودمون رو دیدیم، خوب دیدیم و خوب شناختیم و خودمون میتونیم در واقع ارزش گذاری کنیم و معیار بذاریم برای شناخت در واقع میزان تخصص هر هنرمند. پس بنابراین من تبریک میگم، خیلی خوشحالم و امیدوارم که این مهم انجام بشه با امید خدا. و اینکه این بخش شامل یک هیئت داوری و در واقع یک آکادمی میشه که این آکادمی خب هیئت داوری خواهد داشت. حالا ما میخوایم نظر شما رو بدونیم در رابطه با اینکه این هیئت داوری و رای هایی که به آثار داده میشه، به هنرمندانی که آثارشون رو ارائه میدن، به نظر شما وجود یک بخشی به عنوان آرای مردمی هم لزومی داره یا اینکه نفکر میکنید که حتما باید توسط افرادی که در واقع متخصص در اون زمینه هستن، مثلا بخش Persian Arts Awards، Persian Music Awards، حالا بخشای مختلف، اینکه شما فکر میکنید نظر شما در واقع چیه در این ارتباط که بخش رأی های مردمی در کنار رأی داوران مهمه؟ بله، ببینید الان سال هاست که این رویکرد استارت خورده. بیشتر در واقع مسابقاتی که در سطح جهانی انجام میشه یه بخشی رو اختصاص میدن به نظرات مردمی. این خیلی موافقم باهاش، به دلیل اینکه به هر حال هنرمند در زمینه یا نگاهش نگاه مردمی هست، یعنی قراره که جامعه کار هنری هنرمند رو ببینه، پس بنابراین میتونه قضاوت هم بکنه. اتفاقا یکی از نقدای من همیشه اینه، ما معمولا هر مسابقه یا هر رویداد هنری رو، هر جشنواره رو میایم از یه سری داور شناخته شده استفاده میکنیم که معمولا دیگه انقدر داوری کردن و براشون شده در واقع میتونم بگم، اگه حالا یه خورده سختم این کلمه رو به کار ببرم، ولی به عنوان یه شغل، یه کار، من خواهش میکنم که اگه قرار این اتفاق بیفته، اولا از اساتید به نام که قطعا باید استفاده بشه، ولی نه اونایی که خیلی دیگه برند شدن. خیلی رو داریم که در حاشیه هستن، خیلی هم اهل تفکر هستن، اهل نفت هستن، اهل در واقع ارزش گذاری هستن تو زمینه در واقع آثار هنری، از این دوستان استفاده بشه و ضمن اینکه واقعا بخش مردمی رو بسیار موافقم باید این اتفاق بیفته. بله حتما. و اینکه فکر میکنین در بخش آرا و در بخش آکادمی در مورد هر موضوعی قطعا باید کسی که داوری میکنه خودش تخصص روی همون موضوع داشته باشه، یعنی اگر در بخش نقاشی هستش حتما کسی باشه که در بخش نقاشی تخصص داره، یا اینکه ممکنه ما اساتیدی داشته باشیم که در بخش هنر فعال باشن ولی حالا در بخش آکادمی نقاشی هم رأی بدن. نظر شما در این باره چیه؟ ببینید من یه مثال برای شما میزنم. یه فیلم مستندی رو از تلویزیون آلمان من دیدم چند وقت پیش که مصاحبه در واقع دوره دکتری بود و اتفاقا اون در ارتباط با پزشکی هم بود، اون مصاحبه که انجام میشد که پذیرش کنن برای دانشگاه. آقای وارد در واقع این فضا شد، اصلا خیلی هم بیگانه بود، رفت و جلوی داورها قرار گرفت. چهار تا یا پنج نفر داور بودن و ایشون ازش سوال کردن که شما شغلت چیه، کارت چیه؟ بود من نجارم. و باور نمیکنی خیلی از اون کسایی که زمینه‌شون پزشکی بود، آموزش های لازم رو دیده بودن، رد شدن از اون در واقع مسابقه، ولی ایشون قبول شد. و وقتی با داورا صحبت کردن گفتن ما
متوجه شدیم این آدم توی حرفه نجاریشون تمام سوالا راجع به نجاری بود، اصلا راجع به پزشکی ازشون نپرسیدن چون اصلا تخصصش نبود. تمام سوالایی که کردن میزان علاقمندی ایشون به نجاری نشون میداد و اینا متوجه شدم که این آدم اگه وارد این حرفه پزشکی بشه، این دانشگاه بشه، میتونه در واقع پزشک خوبی هم باشه. من معتقدم که اگر قرار این اتفاق بیفته در واقع بین دوستان هنرمند، میتونه داورا حتما اون در واقع تخصص اون رشته رو نداشته باشن، ولی کسانی باشن که به اون الفبای کار در واقع معتقد باشن یا زمینه‌های فکریشون میتونه هنرمندایی رو شناسایی بکنه که در واقع هنرشون از ذاتشون، از ریشه و وجودشون منشعب میشه. پس بنابراین نه، میتونه این اتفاق نیفته، میتونن خیلی اصلا بی ربط هم باشن. بله، خیلی هم عالی، ممنونم از نظرات شما، سپاسگزارم.